خوش اومدی پسرم. ممنونم. جمره چطوره؟ بد نیست. سعی میکنه سرپا بمونه. عزیزم. یه آبی به دست و صورتت بزن و بشین سر میز. نمیخورم، اشتها ندارم. مگه میشه پسرم؟ به خاطر تو هنوز میزو جمع نکردم. مامان، با این حالم چطور به غذا خوردم فکر کنم؟ خاله هندان اشکالی نداره، من جمع میکنم هر وقت دوستاش بخوره. خیلی بد شد. جمره خبر داره؟ نمیدونم، بعد بیرون اومدنم فهمیدم. چه میدونم، شاید وکیل زنگ بزنه، شاید بره پیشش بهش بگه. اصلا نمیدونم. میدونی کوزی، نمیخوام ضد حال بزنم، ولی بعد از حرفای باریش وضعیت جمره خیلی سخت میشه. ابرو خانوم، به زودی یه سورپرایز بزرگ برای بانو دارم. برای اون ساختمونی که میخواست وارد یه مزایده بزرگ زمین میشم. یعنی اینقدر زمین بزرگه که میشه یه کمپ بزرگ توش درست کرد. جایی پیشرفت خیلی زیادی داره. برای مزایده پیش پرداختم دادم. یعنی انشالله آرزوهای بانو به واقعیت تبدیل میشه. خیلی خوبه. ولی این سورپرایز برای بانو اتفاق نمیفته، چون از اواخر این ماه بانو حق امتیازی که بهت داده بود و پس میگیره. در واقع من اینو خواسته بودم. برای همین بانو تا موقع مزایده بالای سر کارش میمونه. اینطوری از وضعیتم مطلع میشه. البته خیلی هم خوب میشه. یعنی اگه بانو بالا سر کار باشه عالیه. منم همینو میخوام. کارخونه منتظر خبر ماست. باید زودتر اقدام کنیم. ببخشید الان برمیگردم. گونه، میشه حرف بزنی؟ زینب بدن. دستگاه مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. بعد از صدای بوق پیغام خود را بگذارید. ملتا اوزا به هم ریخته. برای مزایده باید دست بجنبونیم. فوراً بهم زنگ بزن. فوراً. راستش برای انجام اینا هم خیلی دیر کردیم. کدوم رو تایید کرده بودم؟ این نیست. اینم نیست. آره اینه. خب اینو بفرست سریع چاپ بشه که ببینیمش. زینب اینجایی؟ امروز گونه یه موقعی حرف زدن با سیمایی دیدم. تو بشکتاش توی یه تاکسی بودم. اونا هم یواشکی با هم حرف می زدن. ولی گونه همش دروغکی می گفت صبح جلسه داشتم. چرا؟ خودت هم میگی یواشکی حرف می زدن. شایدم دور از چشم کوزه به سیمای کمکی چیز نمی کرده. ممکنه. ولش کن اصلا، به من چه؟ دیگه دخالت نمی کنم. یه وقت دوباره من میشم مقصر. خیلی خوب، من اینا رو بدم بیام. راستش این روزا سیمای بازم این دورو برا پیدا شده. اون روز که رفتم پیش باریش تو بیمارستان دیدمش. ای؟ نمیدونم، شاید اتفاقی دیدمش. حتما برای تیغ زدن اومده بوده. بگذاریم. من هیچی نگم بهتره. این دفعه من به کوزه هیچی نمیگم. بعد به اسم من تموم میشه. به سیمایم که اصلا کاری ندارم. ولش کن.
میتونن کمکتون کنن؟ نه خیلی ممنون. دنبال تلفنم میگردم. تلفنتون رو گذاشتیم توی کمد. میشه بدینش به من؟ خیلی ممنونم. خواهش میکنم. امروز بیشتر استراحت کنین. اگه کاری داشتین اون زنگ بالای سرتون رو بزنین. باشه. خیلی بهتون میاد. یه سایز برام بزرگه. خیلی هم خوبه ولی گوشی منه. مشکلی نیست. میشه یه سایز کوچیکترشو بهم بدین؟ ای بابا چی شد؟ الو. جالبه. فکر میکردم توی سوراخ موش قایم شدی. هنوز جرأت داری تلفناتو جواب بدی پس؟ من خیلی خیلی متاسفم. متاسفی؟ باید وحشت کنی. نمیدونم چطور اون کارو کردم. واقعا خیلی متاسفم. یه لحظه دیوونه شدم. به خدا نمیخواستم اینطوری بشه. تو را لو ندادم. میدونم ممنونم. ولی وقتی اون حرف رو شنیدم یه لحظه دیوونه شدم. کنترلمو از دست دادم. خیلی پشیمونم. از عذاب وجدان دارم میمیرم. حالا که جمره به خاطر من افتاده زندان، از اینکه افتاده گردن اونم دارم عذاب میکشم. بازی کردنو بذار کنار. خوب گوش کن، دیگه نمیتونی به زندگی سابقت ادامه بدی. میدونی که این کار یه تاوانی داره. نمیخوام تو رو دورو برم ببینم سیمای. گورتو گم میکنی. اونی میری، حتی از این شهرم میری. غیبت میزنه، دیگه پیدات نمیشه. هیچ وقت نبینمت. ولی اگه یه وقت پیدات بشه نابودت میکنم. از دستم خلاص نمیشی. یه راه دیگه برای بیچاره کردنت پیدا میکنم. قسم میخورم کارتو تموم کنم. جوابتو نشنیدم. باشه. اصلا طوری غیبت میزنه که منم پیدا نکنم. خیلی خوب باشه، ولی تو هم به جمره کمک کن. نمیخوام گردنم بدن. هنوز داری با من چونه میزنی؟ فکر میکنی همچین قدرتی داری احمق؟ دعا کن من زنده موندم. پس بذار حرف آخرمو بزنم. اصلا از کارم پشیمون نیستم. حقت بود که این بلا سرت بیاد. عجب دختر خریه. این چه وضعیه؟ واقعا که تو رو خودت تشریف داشته باشید. کجا میرید الان؟ میام. دیگه برام مهم نیست. خیلی معذرت. دیگه هیچ وقت اینجا نمیام. معلوم هست کجایی تو؟ حالا هر چقدر دوست داری برو با تلفن حرف بزن. منظورتون چیه؟ به اندازه کافی تو رو تحمل کردیم. دیگه اینجا کار نمی‌کنی. خدافظ. ولی به خدا ببینید، یه نفر از خانواده‌ام مریض بود، باید حتما جواب میدادم. برای تو همه چی از کارت مهمتره. دیر میای، دائما تلفن دستته. دیگه نمیتونم تحملت کنم. خواهش میکنم، تکرار نمیشه. امکان نداره. دیگه اینجا کار نمی‌کنی. برو پی کارت. خوش اومدین خانم. سلام، لباس شب می‌خواید؟ بفرمایید. خیلی ممنونم. نوشه چونت. کوزه، خودتو ناراحت نکن. حقیقت روشن میشه. خاله هندانم گفت باریش با کسای دیگه هم رابطه داشته. شاید اون شب یکی از اونا تو خونه پیشش بوده. جمره راست میگه. مطمئنم راست میگه. سوء تفاهم نشه. درسته. من نگفتم کار جمره نبوده. یعنی گفتم به خاطر حسادت این کارو کرده. تو از کجا میدونی باریش با کسای دیگه رابطه داره؟ شنیدم. حتی اون روز روز عشاق بود. یه نفر آورده بود خونه. چیز خانم، آقای باریش مهمون دارن. که اینطور؟ بله خانم. خیلی ممنون. دیدی معطل جمره نمونده، اونو فراموش کرده. خب جوونه، آدمای پیرو ببین چه کارا که نمی کنن. یه روز همه چیو فراموش می کنن. خداحافظ. خداحافظ. به گوشه جمرم رسیده، برای همین با هم دعوا کردم. پس نگهبانا باید بدونن باریش با کی قرار داشته، درسته؟ البته که می دونن، اما به خاطر اخراج نشدنشون محاله بگن.
پس حتما میدونن اون شب کیا تو خونه بودن، درسته؟ تو اظهاراتشون گفتن اون شب غیر از جمره کسی به اون خونه نیومده. اون کاری نداره، حرف کشیدن از اونو کاری نداره. کوزه تو رو خدا خواهش میکنم خودتو تو درد سر ننداز، همه چی مثل روز روشنه پسرم. جمره شنیده اومده باهاش حرف بزنه، اون وقت نشستن نوشیدنی خوردن، بعدش هم با هم دعواشون شده. گزارش پزشک قانونی چیزی از الکل ننوشته، یعنی تو خون جمره الکل نبوده. یعنی من دروغ میگم؟ با چشمای خودم دیدم نوشیدنی و لیوان رو میز بود، خورده بودن، کاملا معلوم بود. گروه تجسس تو خونه نه بطری پیدا کردن نه لیوان، ولی باریش الکل خورده بوده. حداقل باید لیوانی که اون ازش خورده پیدا میشد، ولی اونم نیست. تو چی میخوای بگی؟ یعنی روز حادثه قبل از اومدن پلیس تو خونه یه نفر وارد خونه شد و هرچی مدرک بوده جمع کرده؟ آره همینو میگی؟ خودشه. آره شب حادثه یه نفر رفته تو خونه، قبل از اومدن پلیس رفته تو خونه، یه نفر رفته خونه و هرچی مدارک بود و جمع کرد و بعد زده به چاک، فرار کرده. معلومه. دمت گرم، خیلی لطف کردی. شب بخیر. شبت بخیر. چیزی شده؟ تحقیقات ادامه داره، همکارا اومدن یه نگاهی به دور و بر بندازن. منم خواستم شخصا تو این کار کنارشون باشم. خوشحال شدم، گفتم اینطوری شما هم خیالتون راحت میشه. البته برای اینکه کوزایی هم با اون حال و روزش از ماجرا دور نگه دارم خودم اومدم. آره عالیه، کار خوبی کردی. خب چیزی دستگیرتون شد؟ فعلا که داریم بررسی میکنیم، زیاد اینجا میاییم و میریم، خسته به نظر میاد. آره هممون شوکه شدیم، هنوز خودمونو جمع جور نکردیم. برنامه‌هاتون هم یه مقدار به هم خورده؟ دقیقاً، مجبور شدیم چندین جلسه رو عقب بندازیم، برنامه‌هامون به هم خورده. بدشانسی بزرگیه، این که قضیه به جای سینا نرها بیفته گردن یکی دیگه به نفعشونه. منظورت چیه؟ جمره میگه اون شب نفر سومی هم تو این خونه بوده، ولی نمیدونم نگهبانا چرا اصرار دارن که نفر سومی نبوده. چون متاسفانه جمره حقیقتو نمیگه. انگار همینطوریه. خب دیگه مزاحمت نمیشه. موفق باشی. راستی خدمتکارا اون شب بر نگشتن خونه، درسته؟ فردا صبحش اومدن. آره چطور مگه؟ ظاهرن ابرو خانم و مادرتون تو بیمارستان بودن، اونا هم بعدن اومدن. درسته، ولی نمیدونم واسه چی داری میپرسی. خودت چی؟ اداره پلیس پیش تو بودم، دیدی که. بعدش هم رفتی بیمارستان؟ آره خب. ولی قبلش برگشتی خونه. آره اومدم به بانو سر بزنم. متوجه نمیشم چه نتیجه میخوای بگیری. دارم سعی میکنم بفهمم بعضی سرنخارا کی از بین برده. پلیس هیچ ردی در مورد نفر سوم پیدا نکرده. چون نفر سومی نبوده. باریش موقع حادثه الکل خورده بود، ولی لیوانی تو خونه پیدا نشد. فرض کنیم از بطری خورده، اونم پیدا نکردیم. والا من سر در نمیارم، اما اگه یه نفر دیگه بوده حتما یه ردی از خودش میذاره دیگه، شما هم پیداش میکنین انشالله. البته پیدا میکنیم. بگذاریم، میبخشی ها، فقط دارم احتمالات رو مرور میکنم. حسابی خسته ای، بیشتر از این مزاحمت نمیشم. خب من دیگه میرم، شبت بخیر. شب بخیر.
کس دیگه ای نبوده. یعنی داره دروغ میگه؟ من و ابرو خانم درست بعد از حادثه اونجا بودیم. تو خونه غیر از ما کسی نبود. چیزی که دست نزدیم. خیر قربان، بعد از حادثه هیچ کس وارد خونه نشده. حاضری به یونس زنگ بزنم؟ زنگ میزنی، عجله‌ای نیست. بذاری یکم با هم حرف بزنیم. لطفاً کوزه، تا امروزم منو آدم حساب نکردی و درست حسابی با هم حرف نزدی. مامان، اعصابم خیلی به هم ریخته است. مامان اعصابم واقعا داغونه، فعلا راحتم بذار، خواهش میکنم، دارم خفه میشم. کاش میتونستم آرومت کنم، کاش میتونستم با حرفم خوشحالت کنم، اما نمیشه پسرم. من اهل دروغ نیستم کوزه، جمره رو حتی یه ذرم دوست ندارم، اما کاش هیچ کدوم از این اتفاقام نمیافتاد، این بلاها سر اون نمیومد، به خاطر اون این همه عذاب نمیکشیدی. خیلی خوب ماما. کوزه، مگه هرچی سرمون اومده به خاطر اون دختره نبوده؟ از همون اولش مگه هر دوتون به جون هم نیفتادین؟ مامان، اگه نمیخوای گوش نکن، اما من حرفمو میزنم کوزه. پسرم، اون دختره دوتا برادر رو به جون هم انداخت، اونا رو با هم دشمن کرد، یه دفعه به هر دوتاتون پشت کرد، رفت با باریش ازدواج کرد. پسرم یونس، تو کجایی؟ زود باش بیا، مامانم حاضره. زودتر بیا، منتظرم. خداحافظ. کوزه، پسرم، اون دختر برات پردگاهه، پردگاه. اگه خودم بخوام تو اون پردگاه بیفتم چی؟ اگه خودم بخوام بیفتم چی؟ تا امروز این همه عقب عقب رفتم چی شد؟ نه، چی شد؟ دیگه میخوام تو اون پردگاه سقوط کنم. زود باش، حاضر شو. ببخشید. میگن تو فکر نرو، بنویس سلام شروع کن، با سلام شروع کن، با دوست دارم تمومش کن. برای اون پسره تو روزنامه می‌نویسی؟ نه، برای اون نمی‌نویسم، برای مامانم می‌نویسم. نامه‌ای که برای مامان باشه که اینقدر فکر کردن نداره. نگهبانه که حرف می‌زدن شنیدم، پسر خیلی خوش‌تیپه. اون دوستمه. آن نکنه همون دوستته که تو فالت بود؟ آره،
خیلی خب بابا، من هیچی نمیگم. بنویس بنویس دیگه. زود باش شروع کن. شما چی میخونید؟ ببین تموم که شد بده منم بخونم. سلام زردک. سال 2006 بود. 14 جوان موقع اسباب کشی به محله جدیدمون من تو رو اولین بار دیدم. علی هم پیشت بود. وسایل ما رو از کامیون یکی یکی پیاده می کردیم. جمره، من خودم چایی درست میکنم، میخوری؟ Thank you.
همه چی عالیه. خیلی وقته که خلوت نکرده بودیم. آره. خیلی متشکرم. نوشه جان قربان. از روز عشاق به این ور. این چیه؟ چند هفته پیش سفارش داده بودم. به خاطر اتفاقات اخیر امروز تونستم تحویل بگیرم. برای توه. خیلی قشنگه. خوشت اومد؟ دوستش داری؟ فوق‌العاده است، ولی کنجکاوم بدونم بابت چیه. حتما باید دلیلی داشته باشه ها؟ آخه عادت نداری بدون مناسبت کسی رو سورپرایز کنی عزیزم. حق با توه، یه دلیلی داره. در مورد حرفای اون روزمون فکر کردم. منم میخوام یه بچه داشته باشم. میخوام یه خانواده واقعی باشیم، همونطور که گفتی. از بچه های خیریه میتونیم یکی رو به فرزندی قبول کنیم. واقعا از ته دل اینو میخوای؟ آره. چون خیلی دوستت دارم. یعنی حالا که نمیتونیم صاحب بچه بشیم، ما هم این کار رو انجام میدیم. یه بچه رو به فرزندی قبول میکنیم، با هم هم بزرگ شدنشون رو تماشا میکنیم. گونه عزیزم، عزیز دلم. بله. روزتون بخیر آقای براک. روز بخیر. من منشی آقای باریش حکمن هستم. بفرمایید. آقای باریش امروز ساعت 11 تو بیمارستان منتظر شما هستن، میخوان یه جلسه برگزار کنن. چه جلسه ای؟ اطلاعی ندارم. خب تو این جلسه کیا هستن؟ اونو هم نمیدونم، فقط گفتن که با شما تماس بگیرم، همین. خیلی خوب باشه، ساعت 11 تو بیمارستانم. خیلی ممنون، روزتون بخیر. روز بخیر. بابا کوزه، صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر حسن آقا. چیزه، اومدم دنبال گلتن خانم، مغازش هنوز بسته است. هنوز خیلی زوده. خونه‌شونم رفتم نبود، تلفنش هم جواب نمیده، از صبح دارم زنگ میزنم. آره، منم دیشب بهش زنگ زدم که حالشو بپرسم، گفت امروز میخواد وکیلو ببینه، چه میدونم. ای بابا، وقت ملاقاتش با وکیل بعد از ظهر، نه صبح به این زودی. پس حتما رفته سمت ساحل، این روزا میدونی مدام میره ساحل، همینطوری زل میزنه به دریا، حتما اونجاست. کوزه
پسرم بیا کمک کن ماشین رو بار بزنیم. باشه همین الان میام. یه خواهشی داشتم، اگه با گلتن خانم روبرو شدین یا یه جای دیدینش یه زنگی به من بزنه، بی زحمت بهش بگین. باشه باشه، خیالت راحت باشه. فعلا خدافظ. صبح بخیر اومدین؟ فکر کردم پیش کوزهی میمونین. راستش من همین قصد رو داشتم، فکرم مون پیش بانو، شب سوار تاکسی شدم و اومدم. در حال خوش اومدین. خیلی ممنون، زود بیدار شدین. باید زودتر برم شرکت، امروز خیلی کار دارم. الان میگم صبحونه رو حاضر کنم. نه نه خیلی ممنون، همین الان باید برم. خیلی خوب. ابرو خانم، صبح خیر. میبخشید، نمیدونستم بانو پیش توه. مهم نیست. میخواستم بهتون بگم اما رفتین تو. دیشب خودم دیدم، کاش شما میدیدین. مثل دوتا کبوتر سرشونو به هم دیگه چسبونده بودن و لبخند به لب حرف میزدن. البته نذاشتم منو ببینن، مستقیم رفتم بالا. ماشالله دخترم بانو حالش خیلی خوب شده، یعنی داره مثل قبلنا میشه. پسرم گانه چی کار کنه، دیگه نمیخواد از همسرش دور باشه، آخه خیلی دوستش داره. گنه هیچ کاریو بی دلیل انجام نمیده. متوجه نشدم. روزتون بخیر. صبح بخیر پسرم. صبح بخیر مامان جون، حالا چطوره؟ لازم نیست، سریع حرکت کن برو. یه لحظه فقط خواهش میکنم ابرو خانم، یه لحظه. میشه باز دارین درو؟ ابرو خانم، ابرو خانم، من چی کار کنم، چی کار کنم؟ میخواین همینجا به پاتون بیافتم؟ تو رو خدا کمکم کنین، دختر من بیگناهه. خواهش میکنم بریم بیرون. فیلم کن، اینو شما هم میدونین، مگه نه؟ به خاطر خدا یه لحظه، اگه یه ذره وجدان دارین. اگر بخوای بازم مزاحم من بشی مجبور میشم تو رو بندازم زندان. ابرو خانم، حرکت کن. جبره بیگناهه، بیگناهه، جبره بیگناهه. دختر من کاری نکرده، دختر من کاری نکرده. موقعی اومدن از خونه کازی با تازه عروس دو مادر روبرو شدم. آره؟ کازی داشت منو سوار تاکسی میکرد، یه دفعه دیدم ماشین آقا سامی اومد. بیرون پیادش نکنی ها، برو داخل. باشه تا باشه. موقعی هم که وارد خونه میشه منتظر بمون. نگران نباش. دمت گرم. کازی، اگه از اون پرتگاه بیفتی من فقط تو رو از دست نمیدم، هممون با هم از اونجا سقوط میکنیم. تا آخر عمرم هم نمیتونم بیرون بیام کازی. خیر باشه ایشالله. من رو میام. منم میام. جهان تو بشین سر جا. خیلی خوب، اگه دلش میخواد بزو بیاد. جهان خب دیگه پسرم، خدا نگه دارت. کوزه
جا مامان نگاه کن، تو مسابقه بسکت برنده شدن. آفرین به تو پسر. حالا چطوره جوون؟ یونس زود باش دیگه، مثلا بابات نگران کازه شده بود، گفته بعد از مسابقه بچه یه سری بهش بزنه. فکر نمی کرد ممکنه با من روبرو بشه. از اومدنش پشیمون شد. اون زن بیریختشم همینطور. شب بخیر هندون خانم. شب شما هم بخیر. فعلا خدا نگهدار. گونه، حتی یه ذرم قیافه نگرفتم، یه ذرم گوشه کنایه نزدم. خیلی با اصالت سلاممو دادم، رفتم نشستم تو ماشین. بابا تو میگی دهنش باز مونده بود، یه نگاه به زنش کرد، یه نگاه به من انداخت، اصلا انتظار نداشت. تو از کوزهی واسم بگو. حالش بد بود مگه نه؟ حتما خیلی پریشونه. والا پسرم، من گفتنیا رو گفتم، اما فکر نکنم گوشش بدهکار باشه. این جمره خیلی سمجه، به خدا صد رحمت به جادوگر. مطمئنم کوزهی ازش دل نمیکنه، دختره بلای جونش میشه. حالا میبینی دختره، تا بدبختش نکنه، ولکنش نیست گنه. والا مامان چون منم به کوزهی گفتم، تو هم بگو با اون جمره هر کاری دوست دارن انجام بدن، از خانواده من دور باشن، آرامش من و همسرمو به هم نزنن کافیه. بانو صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم، صدای ما که تو رو بیدار نکرد. نه، با تلفن مامانم بیدار شدم. مامان جمره اینجا بوده، دم در خونم. چی؟ چرا دروغ میگین؟ چرا یه بیگناهو بدبخت میکنین؟ شما مگه وجدان ندارین؟ خانم محترم لطفا برید. ولی شما میدونین اون شب کی اینجا بود؟ از کی دفاع میکنین؟ کیو قایم میکنین؟ مشکل درست نکنین. دختر من بی دلیل تو زندانه، قسم میخورم. گنه، این درو باز کنین، بزنین بیا تو. باز کنین درو. گنه، ای گنه، تو رو خدا کمک کن، ازت خواهش میکنم. گلشن خانم این کارا چیه؟ لطفا آروم باشین. اینا میدونن اون شب کی اینجا بوده، کی اومده و کی رفته. تو رو خدا باهاشون حرف بزن، تو با اونایی، باهاشون در ارتباطی. تو رو خدا ازت خواهش میکنم، آخه میخوان جرمو بندازن گردن جبره. تو رو خدا ازشون بپرس. خودتون رو کنترل کنین، ممکنه خبرنگارا این دور و بر باشن، بد میشه. خواهش میکنم گنی، تو رو خدا باهاشون حرف بزن، جبره رو متهم نکنن. بهت التماس میکنم، دختر من بیگناه، تو هم اینو میدونی. به خاطر عزیزانت بگو، خواهش میکنم جبره رو نجات. باشه، من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. گلچن خانم، گلچن خانم، آب بیاری. خیلی خیلی خوب، بلند شید، بلند شید. اما جون، من به ثبات بیشتری احتیاج دارم، یعنی اصلا نباید تسلیم بشم. تا امروز هر کاری که گفتم انجام دادم، انجام ندادم؟ الان اگه نگاه کنیم، از دست فروشی اومدیم رسیدیم به دکه های بزرگ. خدا رو شکر کارمون رو توسعه دادیم، همه جا معروف شدیم، مثل قارچ همه جا سبز شدیم. من میخوام از این به بعد، یعنی هدفمون مشخص باشه، میخوایم یه کافه باشیم، یه کافه با تشکیلات کامل. وقتی نگاه میکنیم مشتری میاد اینجا، ماکارا رو که میگیره فقط ماکارا نگیره، یعنی ماکارا رو بگیره و بره، چای و قهوه‌شون هم از ما بگیرن، یعنی با خانواده‌اش، با دوستاش، با هر کی که میاد اینجا مشتری، بشینن اونجا استفاده کنن. پس جای بزرگتری احتیاج داریم. اونش با من، اونجاشو ردیف میکنم، همه چیو میذاریم به عهده من، فقط نتایجشو ببینیم. اتفاقا برای اولیش داوطلب داریم، کارهای تزیین و دکورشو انجام میدیم. بعدش چه اتفاقی میفته؟ با هم میشینیم از دور تماشا میکنیم. یعنی تو این فکرم که اینطوری قدم به قدم، عرض کنم خدمتتون، تو یه زمان کوتاه به صورت زنجیری خودمونو به مردم معرفی میکنیم، به همین سادگی. یعنی میگی یکی با ماده است؟
آماده است. البته من میرم هماهنگی لازم انجام میدم. پیدا کردن نقاط کلیدی خیلی مهمه. از اون لحاظ مشکلی نیست، چون موقع برپا کردن استندهای ماکارا با همشون دونه به دونه خودم سرکار داشتم. در این مورد کاملا صاحب تجربه شدم. یعنی اینطوری بگم که تو کلیدی ترین نقاط استانبول، حتی کلیدی ترین نقاط ترکیه، ما جایگاه خیلی خوبی داریم. مثلا تو ازمیر به زودی تو مانیسا افتتاح میشه، تو سامسون هم افتتاح میشه، تو اردو و بالکسیر هم فروشگاهمون افتتاح میشه. پس کارتون گسترش پیدا کرده. از اینم فراتر میریم، حتی از مرزهای ترکیه هم فراتر میریم، یعنی آلمان، برلین، همه جا شعبه میزنیم. فقط مغازه و کافه یه چیز کاملا متفاوته با. شما نگران این موضوع نباشین. این موضوع رو ینچا 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 برای چی میگیری؟ برای چی میگیری؟ آروم باش کوزه. درست اجازه بده. گفتم برای چی میگیری؟ آروم باش. کارت فضولی کردنه؟ بلم کن بابا. آروم باش کوزه. بزن به چاک اعصابمو به هم نریز. باشه. کوزه آروم باش. روبا. بیا بیا بش. هی با تو. ده در سوخته. بیا بیا بش. ناراحت که نشدین؟ ببخشید. اون خبرنگار ما صدا کرد. یعنی چی؟ برای اینکه تصویر خوبی ازت ارائه بدیم، یه مقدار تبلیغ بشه. ولی اینطوری حسابی تبلیغ شدیم. این اواخر کار یکم کند پیش میره. همون چیزی که از اول میترسیدیم. اسم تو این کارو تحت الشعاع. ببینید، هیچ چیزی اونطوری که روزنامه‌ها نوشتن نیست. ما هم چون اون نوشتار رو باور نکردیم اینجاییم. ولی بازم باعث مزاحمت میشه. اول رابطه آدمای بکری با ما کارا، بعد این اتفاقات اخیر. وضعیت رفته رفته داره آزاردهنده میشه. واقعا حق دارین، ولی کارش نمیشه کرد. میخوام بگم که به کارتون میاد، ولی متاسفانه نمیتونم، چون واقعا خیلی به این کار احتیاج دارم. خودتون بهتر از من میدونید، به خاطر خبرهای مزخرفی که تو روزنامه ها چاپ میشه. اتفاقا عزیزای خود من بیشتر اذیت میشن، من خودم هم اذیت میشم. فقط اینو بگم که این وضعیت اینطوری ادامه پیدا نمیکنه. یعنی اینو از ته دل میگم، حرفمو باور کنین. به زودی همه چی درست میشه. فقط یه مقدار زمان میخوام. کافیه بهم اطمینان کنین. فقط بهم اعتماد کنین. بدینش به من. بفرمایید. سلام آقای باریش. سلام. اینجا چه خبره؟ شما کی هستین؟ شاید تو روزای مرگ فرهاد هم دیگر رو دیده باشیم، ولی شما منو با اینا میشناسی؟ میشه اول اون در رو باز کنین؟ بالاخره وقت رو در رو صحبت کردنمون رسید. چی میخوای؟ الان یه معامله میکنیم در مقابل این عکس ها. آزادی جمره رو بهش برمیگردونی، فهمیدین؟ س
سلام آقای بروک. سلام آقای بروک. میشه راجع به حال آقای باریش واسه بفرمایید؟ من مشتاق نگرانم. حالا آقای باریش چطوره؟ تمام جرایم دارن راجع به این قضیه میگن. میشه خواهش کنم برام بگید آقای باریش حالشون چطوره؟ حالشون بهتره؟ دوستان برای ملاقات اومدم اینجا. هیچ توضیحی نمیتونم بدم. میشه راجع به حال آقای باریش بفرمایید؟ من مشتاق نگرانم. حالا آقای باریش چطوره؟ تمام جرایم دارن راجع به این قضیه میگن. آقای بوراک توضیح بدیم حال آقای باریش چطوره؟ خیلی ممنون. روزتون بخیر باشه. سلام عرض شد آقای بونه. ببخشید می‌خواستم بدونم که در مورد حال باریش چطوره؟ خواهش می‌کنم. سلام. سلام. میشه شماره اتاق باریش هاکمنو لطف کنی؟ لطفاً یه لحظه اجازه بدید. طبقه 4 اتاق 812. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. بوراک صبح خیر. صبح خیر. برای دیدن باریش که نیومدی انشالله؟ به خاطر باریش اومدم. تو هم تو جلسه هستی؟ کدوم جلسه؟ باریش گفت ساعت 11 جلسه است. خب برای چی پیش پلیس نرفتی؟ آها آره، برای باجگیری مگه نه؟ اگه همچین قصدی داشتم خیلی وقت پیش این کارو میکردم. دلم نمیخواد پای کوزه رو بکشم وسط، فقط همین. باشه. تحقیقات در چه وضعیتی؟ در مورد نفر سوم توی خونه اتفاق جدیدی نیفتاده؟ مثلا مشکوک نشدن؟ همچین چیزی نیست. جمره تو روز روشن مجازات میشه. گنه به خاطر برادرت باید یک کاری بکنی. اتفاقا اومدم راضیش کنم که شکایتشو پس بگیره. نمی کنم قاتل فرهاد تو یا بوراک چاتالجلی باشین. حساب شما دوتا با هم سواست. نخواستم وارد اون قضیه شم، ولی برای محافظت از کوزه افتادم دنبالتون. بی فایده هم نبود. حالا وقتش ماسکاتونو بزنین کنار. قسم میخورم اینا یه خوابه. یا جمره رو از زندان میاری بیرون یا خودت هم میری زندان. زود باش اینا رو جمع کن. زود باش، الان میبینن. زود باش. انگار مشغول کارم. این دختره کیه؟ از شرکت نیست. دختر فرهاده. حالا بی سر و صدا، بدون داد و هوار بگو ببینم هنوزم میخوای جمره تو زندان باشه؟ یا اینکه درو باز کنم و هرچی دارم تحویل بوراک چاتالجلی بدم؟ البته که نه. اگه بوراک بفهمه پلیس هم میفهمه، کوزه هم میفهمه، همه میفهمن. اعتبارت با خاک یکسان میشه، آزادی تو از دست میدی. همدیگر از کجا میشناسن؟ من نمیدونم. حسابی کیفشون کوکه. نکنه نفر سومی که اون شب تو خونه بوده این دختره باشه؟ خیلی خوب، وقت تموم شد. یه لحظه صبر کن. نمیدونم چی کار کنم، ولی جمره رو میارم بیرون. تو شاهزاده سینانه را هستی، حتما یه راهی پیدا میکنی. زمنان تا نتیجه حاصل بشه عکسا پیش من میمونه. یه لحظه صبر کن، از کجا بدونم بعد از آزادی جمره اون عکسا رو به پلیس نمیدی؟ چیه؟ به چی میخندی؟ یه لحظه. تو دادگاه باید بگی دیوونه شدم، کنترلمو از دست دادم، وگرنه به نظر میاد عمدی اونجا رفتی.
میشه اقدام عمدی. مگه من دیوونم آخه؟ چرا کاریو که نکردم قبول کنم؟ چون شواهد غیر قابل تردیده، هیچ مدرکی نداریم که حرفای تو رو تایید کنه. به علاوه درست بعد از حادثه دو نفر شاهد تو رو با آلت جرم تو دست دیدن. من فقط اونو گرفتم یه لحظه توی دستم. کسی باور نمیکنه تصادفی بوده. به علاوه به زور وارد خونه شدی. نگهبانا تو اظهاراتشون اینجوری نوشتن. خیلی حسابم خورد بود. روز حادثه آقای باریشو تهدید به مرگ کردی. راننده شنیده. گفتی دشمن منی. من کاری نکردم. اگه همینطوری ادامه بدی، اینو انکار جرم به حساب میارن. در طول مدت بازداشت به جرم اقدام به ضرب و شتم محکوم میشی. تجاوز به خونم بهش اضافه میشه. به علاوه رابطه نامشروع با کوزه تکین‌اوغلو هم هست. ما رابطه‌ای با هم دیگه نداریم. بعد از مطالب روزنامه‌ها کسی حرف ما رو باور نمی‌کنه. طرف مقابل از این استفاده می‌کنه. میگن به خاطر مشروعیت سعی کردی همسرتو به قتل برسونی. با این کار اجازه نمیدن قاضی به نفع ما حکم صادر کنه. اگه نگی از خودت دفاع کردی، ممکنه مجبور بشی یه مدت طولانی اینجا بمونی عزیزم. اتفاقا اگه حرفای شما رو قبول کنم، یه جورایی تو دردسر میافتم. چاره دیگه ای نداری جمره. همه چی علیه توه. برای ملاقات یکی از دوستام اومده بودم، ولی وقتی فهمیدم آقای باریش اینجاست گفتم بیام حالشو بپرسم. عجب تصادفی. دقیقاً. چرا در قفل کردین؟ موقع معذرت خواهی از طرف فرهاد نمیخواستم کسی شاهدش باشه. روزتون بخیر. روز بخیر. دختر خوشگلی. این سورپرایز قشنگ و مدیونه چی هستن؟ تو گفتی بیان. منشید به میتوری گفت. گنه ای دنیز، اینجا چی کار داشتی؟ چی کار میکردی؟ گفتم که تو اون کیف چی داری؟ ها؟ بدش به من. بلم کن. بدش به من. امید دیدار. خداحافظ. کوزه. باید باهات حرف بزنم. کوزه، خواهش میکنم. چی میخوای بهم بگی ها؟ یه بریم ببینم. چی میخوای بهم بگی ها؟ منو ببین. گم شو برو از اینجا. نمیخوام ببینمت. شنیدی؟ اتفاقا دارم میرم. نگران نباش. یه شهر دیگه کار پیدا کردم. ممکنه بعدنم از کشور برم. به من چه؟ هر کجا میخوای بری برو. دست از سرم بردار. ته جهنمم خواستی برو. اتفاقات اخیر رو از توی روزنامه ها خوندم. خوندی که خوندی، به من چه؟ اومدی اینجا اینا رو به من بگی؟ آره. بریش از یه چیزی میترسه کوزه. به خاطر همینم هست که ازت فرار میکنه.
به خاطر این میگم شاید بتونی در مورد جمره ازش استفاده کنی. از چی میترسه؟ زود باش بگو. منم نمیدونم چیه ولی مطمئنم یه چیزی رو داره قایم میکنه. اگه بگردی و بتونی پیداش کنی. سب کن ببینم. تو از کجا میدونی همچین چیزی هست؟ یه بار خیلی وقت پیش بود که دیدمش، ازم در مورد تو سوال کرد. انگار یه نفر یه چیزی واسش فرستاده بود. دقیقاً نمیدونم چی بود. خودش هیچی نگفت ولی هرچی هست اونو خیلی ترسونده. فکر میکنه تو فرستادی. از منم پرسید ببینه چیزی میدونم یا نه. این اتفاق کی افتاد؟ راستش دقیقاً نمیدونم کی بود. یه مدت میشه، تقریباً چند روز بعد از قضیه فرهاد. خیلی میترسید. اون آدم کثیفیه کوزی. تسلیمش نشو. اونی که ازش میترسه رو پیدا کن. شاید به نفع جمره تموم شه. من و تو اشتباهای زیادی مرتکب شدیم. روزای خیلی بدی رو گذروندیم. ولی حالا دیگه بی حساب میشیم. خداحافظ. بیا اینجا ببینم. هر چی میدونی مثل آدم به من بگو. من هر چی میدونستم بهت گفتم. نه نه، چیزای دیگه ای هم هست. فقط این نیست. باورم نمیشه همینطوری بیای اینجا و اینا رو بهم بگی. تو دنبال چیز دیگه ای هستی. باز میخوای چه کار کنی دختر؟ میخوام مشکلاتی که بین تو و جمره هست حل کنیم. تو میتونی این کارو بکنی. باید این کارو بکنی. هر جا رفتی خبر بده. چرا؟ تو فقط خبر بده. این آخرین دیدارمونه. درست وقتی همه چیز توی بورس خوب پیش میرفت. این که سر کار نیستم خیلی اذیتم میکنه. اتفاقی که من باعثش شدم خیلی به همه استرس وارد کرد. باریش نمیفهمم میخوای چی بگی ها؟ هی میگی به خاطر اون به خاطر من. اینه جلسه؟ اول صبحی همه کارمونو ول کردیم اومدیم اینجا اینا رو تعریف کنی؟ نمیخوام در نبودنم مشکلی پیش میاد. در نبودت همه چی عالیه، نگران نباش. نبودت بیشتر از سر کار بودنت کمک میکنه. کم مونده فکر کنم بعد از ضرباتی که به سرش خورده دلش برام تنگ شده. از وقتی اومدم همینطوری پرت و پلا میگه. برا مهم نیست چی فکر میکنی، دلم میخواست که این حرفا رو بزنم. خیلی خوب باشه، هرچی تو بگی. بیشتر از این خستت نمیکنم. معلومه هنوز کاملا خوب نشدی، احتیاج به استراحت داری. در نبودت همه چی عالیه. آرزوی سلامتی برات دارم. خداحافظ. خداحافظ. میبینمت. دادگاهت فرداه درسته؟ آره فردا صبح. به سلامتی. با هیجان منتظر نتیجه هم. ببینیم این بار دادستان مدرک تازه رو میکنه یا نه. ها؟ چه مدرکی؟ اینا چی هم؟ ها؟ اینا رو تو گرفتی؟ بدش به من. این عکس‌ها قبل از تصادف گرفته شدن مگه نه؟ باریش باعث اون تصادف شده. به تو ربطی نداره. ببین منو حرف بزن وگرنه به پلیس میگم. تو و باریش با هم نقشه کشیدی. نه خیر، میخوام به کوزه کمک کنم همین. ولی خودش خبر نداره. گفتم بوراک و باریش رو تعقیب کنن. این عکس‌ها هم اتفاقی گرفته شدن. ببین دشمن من و کوزه یکی بود. هر دومون عزیزامون رو از دست دادیم. هر دوتاشونم فرهاد کشت. برای همین میخوام به کوزه کمک کنم. اون برادر توه. اگه صلاح اونو میخوای لطفاً تو این کار دخالت نکن، چون دارم حلش میکنم. لطفاً کوزه از این قضیه با خبر نشه. پس اینجا چی کار میکردی؟ اومده بودی از بارش باش بگیری؟ این عکس جمره رو نجات میده. همینقدر بدون کارو خراب نکن. به خاطر کوزه و جمره هم شده باید ساکت بمونی. مجبوری ساکت باشی. قسم میخورم از قبل برنامه‌ریزی نشده بود. من فکر کنم قاتل براکه.
وقتی دیدم تعقیبم میکنه یکم هول کردم. برای اینکه تعقیبم نکنه خواستم ازش خلاص بشم، وگرنه فکر نمیکردم اون تصادف پیش بیاد. جانم کسی، خواهش میکنم. آره من زنگ زده بودم، با شرکای شرکت بودم، برای همین جواب ندادم. بعدش هم سیمای اومد. سیمای اومد؟ آره، یه حرفایی زد و رفت، میگفت این باریش یه چیزایی رو ازم پنهان میکنه. باریش؟ ای بابا، یعنی چی رو پنهان میکنه؟ اونم نمیدونست، ولی گفت باریش از یه چیزی میترسه، یه چیزی ازم پنهان میکنه. یعنی چی؟ چی ممکن ازت مخفی کنه؟ من چه میدونم، اومد یه چیزایی گفت و بعدش هم رفت دیگه. به من چه؟ به حرف اونم نمیشه زیاد اعتماد کرد، ولی اگه درست باشه حتما باید بفهمیم این آدم چی ازم مخفی میکنه. چه میدونم، حتما یه چیزایی به ذهنش رسیده، فکر کرده من فرستادمش، ترسیده دیگه. ببینیم قضیه چیه. ای بابا، منم کنجکاو شدم. شیطونه میگه بیام یقهشو بگیرم ها، ولی ولش کن بابا، الان نمیشه، فعلا صلاح این کارا نیست، به ضرر جمره تموم میشه، خودت دنبالشو بگیر دیگه. چون اگه همچین چیزی باشه هر لحظه ممکنه همه چی یه دفعه عوض شه. باشه، منم الان دارم میرم بیمارستان پیشش، باش حرف میزنم. نگران نباش، برای آزاد شدن جمره سعی میکنم راضیش کنم. اگه قراره به حرف تو راضی بشه، برای چی تا حالا هم چی کاری نکردی؟ از همون اول واسه همین تلاش میکردم. نگران نباش، باش حرف میزنم، با همه حرف میزنم. برای حل کردن این مشکل هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. الان بیمارستانم، دارم میرم پیشش، تو آروم بگیر، صبور باش. باشه، خبرشو بهت میدم. خیلی خب، باشه بابا، منتظرم. ببین سعی کن هر طور شده بفهمی قضیه. باشه، میبینمت. خداحافظ. برای آزاد کردن جمره منو راضی میکنی؟ آره، فکر میکنم باید راضی بشی. من شکایتمو پس میگیرم. اینطوری هم تو پیش برادرت یه قهرمان میشی، مگه نه؟ الان تو وضعیتی نیستی که بتونی اعتراض کنی. یا میگم تو باعث اون تصادف شدی، یا اصلا میگم فرهادم تو کشتی. مطمئنم حتی دوست نداری به نتیجهش هم فکر کنی. فرهادو من نکشتم. تا وقتی که اظهارات تو عوض کنی جلوی زبونمو میگیرم، چاره دیگه ای نداریم. ببین، سیمایی هم فکر کوزهی رو مشغول کرده، گفته از یه چیزایی میترسی. کوزهی هم که ولکن این ماجرا نیست. باید اون عکسای اصلی رو که دست دختر است پیدا کنیم، بعدش هم از بین ببریمشون. تو شکایت تو پس بگیر، نگران بقیهش نباش، حلش میکنیم. ضمناً نباید بذاری سر و صدای این قضیه در بیاد. بانو و ابرو خانم هم نباید بفهمن. مامان قضیه عکسا رو میدونه. چی میگی؟ شریک جرم داشتن شرایطو سخت‌تر میکنه. بگذاریم، برای اینکه این موضوع بیشتر از این بوشتر نیاد و آدمای بیشتری با خبر نشن، همینجا تمومش میکنیم. سلام. مگه تو امروز اول وقت جلسه نداشتی؟ گفتم اول به باریش یه سر بزنم، داشتم میرفتم. پسرم، حالت چطوره؟ باریش، میبینمت. الان از پیش وکیلت میام، برات یه خبر خوب دارم. جمره حاضر شده جرمشو گردن بگیره. مامان، من اظهاراتمو عوض میکنم. متوجه نمیشم. شکایتمو پس میگیرم. مگه دیوونه شدی؟ این حرفا چیه؟ برای چی؟ باید این کارو بکنم. نه، نمیتونی. پرت و پلا نگو، مگه شوخیه؟ حال روز خودتو ببین، تو از مرگ برگشتی. تازه چطور میتونی بدون مجازات بگذری؟ همه اینا زیر سر توه، درسته؟ چی بهش گفتی؟ چطوری فریبش دادی؟ من کاری نکردم، فقط باریش به من گفت که اون شب تو خونه یه نفر دیگه هم بوده. سیمای، زن سابق کوزه اونجا بوده، با
بارش که به جمره حمله میکنه، جمره میفته زمین، بیهوش میشه. سیمایی هم که شاهد ماجرا بوده، واسه اینکه بارش بلای سرش نیاره، از جمره دفاع میکنه و به بارش حمله میکنه. قضیه اینطوری بوده. امکان نداره. بارش، بگو که این حرفا همش دروغه. الان شرایط داره از کنترل خارج میشه. من با سیمایی حرف زدم، اونو فرستادمش رفت، ولی ممکنه بازم برگرده و موقع شرایط بدتر میشه. یعنی متهم به ضرب و شتم به قصد کش میشی. نمیدونم چیز دیگه ای هم هست یا نه. چیزی هست؟ اون موقع تمام کارهای خلافت رو میشه. به هر حال اتفاقی هم واسه سیمایی نمیافته. همه چی به ضرر باریش و سینانرا تموم میشه. بهترین کار اینه که این قضیه تموم شه. یعنی هر چی که باعث بدنام شدن اسم سینانرا میشه باید لاپوشونی بشه. متوجه حرفام که هستین؟ تا وقتی هم که جمره تو زندان بمونه این موضوع باید همینجوری ادامه پیدا کنه. تنها راه چاره آزادی جمره است. آخه دختر، مگه کاریو که آدم نکرده گردن میگیره؟ کاملا معلومه، بیچاره مجبور شده. ولی جرم افتاده گردنش، اونم با امضای خودش. مثلا اینطوری جرمش کمتر میشه؟ اگه بازم محکوم بشه چی؟ ولی مجازات کمتری بهش میدن. به همین خیال باش. فکر دختره رو به هم نریزین، حق با وکیلشه. جرمش میشه دفاع از خود، تو مجازاتش هم تخفیف قائل میشه. نه، دست بردارین تو رو خدا. جمره، دخترم نکنه واقعا این کارو کردی؟ اه وایسا دختر، کجا داری میری؟ برگرد نرو. خب نگهبان، چیه؟ چی شده؟ من میخوام وکیلمو ببینم. نمیتونی ببینی؟ رفته. شاید هنوز نرفته باشه. یه موضوع خیلی مهم هست که باید حتما بهش بگم. باید یه کاغذ ازش بگیرم. خیلی وقت رفته. بس بذاریم بهش زنگ بزنم، خیلی ضروریه. حتما باید این کاغذ ازش بگیرم، خواهش میکنم. خیلی خب بابا، میبینیش اینطوری که نمیشه داد و بیداد میکنی. میرم دفتر زندان میگم ببینیم چی میشه. صداش میکنن. خواهش میکنم بهش بگین، به خدا خیلی مهمه، زود بهش زنگ بزنید خبر بدید. بیا بیا بشین اینجا دختر جون، نفست سر جاش بیاد. یکم به خودت بیا. من چی کار کردم؟ چرا این کار رو کردم؟ کاش دستم میشکست و امضاش نمی کردم. کوزه تکنوغلو اومده قربان. بگیم بیاد. بفرمید. بیا کوزه بیا. سلام آقای وکیل. گلتن خانم، از صبح داریم دنبال شما میگردیم، نگرانتون شدیم. خدا رو شکر حدس میزدم مستقیم بیان اینجا، برای همین منم اومدم اینجا. آقای وکیل میتونم بشینم؟ ببخشید. بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم. خب چه خبر؟ جمره جرمو گردن گرفته. چی؟ چرا؟ آقای وکیل صحبت کرده و رازیش کرده، جمره هم اینجا رو امضا کرده. ببین. یعنی چی؟ چطور ممکنه؟ آخه چرا باید همچین کاری بکنه؟ با ادعای دفاع از خود جلو میریم. اینجوری به نفعش تموم میشه، آقای وکیل اینجوری میگه. یعنی چی اینطوری به نفعشه؟ مگه تو زندان موندن به نفعشه؟ این مزخرفات چیه؟ اینطوری باعث میشه مجازاتی که بهش میدن کم باشه، اینطوری بهتره. آقای وکیل، قرار ما با هم چی بود ها؟ چی گفتیم به هم؟ تو قبل از ما پرچم تسلیم رو بالا بردی؟ آخه این درسته؟ آب تو آسیب طرف مقابل ریختی؟ بعد از اظهارات آقای باریش این استراتژی بهتره. حرف از استراتژیک برای من نزن بابا، اعصابم با هم نریزه. چیز بهت میگم ها، این دختر اینجا میگه من زدم. بیا اینجا نوشته من زدم، من اونو زدم. دختره رو مجبور میکنی کاریو که نکرده گردن بگیر، آخه این درسته؟ من گفتم ولی. نه نمیشه، امکان نداره. گفت کار من نیست. قاضی نمیگه اولش برای چی انکار میکردی؟ این کارا روالش اینطوری نیست. میخوای تو دادگاه جمره رو مجبور کنی دروغ بگه؟ ها؟
تو اینو به من بگو، یعنی تو چشمای قاضی نگاه میکنی و مجبورش میکنی قصه رو براش تعریف کنه؟ تو آروم باشی. من کاملا آرومم، آرومم. کوزه خواهش میکنم آروم باش. کارمو به من یاد میدی؟ من قبل از هر چیزی به سلام موکلم فکر میکنم. تو هم ساکت و آروم گوش کن دیگه، آقای وکیل میگه مجازات کمتری بهش میدن. اینو کی تحویل میدی؟ امروز میفرستم. چرا؟ چه خبره؟ مگه مال دزدیه ها؟ هنوز تا دادگاه اصلی 15 روز مونده؟ بله. کوزه خیلی فوری باید با حرف بزنم. الان نمیشه، الان پیش وکیلم. با باریش حرف زدم. خب راضی شد جمره رو از زندان بیاره بیرون. یعنی اظهاراتش رو عوض میکنه. چی؟ پسر تو چی داری میگی؟ گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. تو چی داری میگی؟ ببینم جدی داری میگی باریش اظهاراتش رو عوض میکنه؟ چی؟ آره درسته، کار سختی بود ولی قبول کرد. اون کاغذ تحویل نمیدی آقای وکیل، دیدی؟ خدایا هزار مرتبه شکرت. خدایش گوش کن چی میگم. این قطعیه دیگه ها، یه وقت جا نزنه اون پس فتره. قطعیه، نگران نباش. گانه میگه تمومه، میگه قطعیه، همه چی تمومه. خدایا باورم نمیشه، باورم نمیشه. پسر تو واقعا نه. چی بگم پسر، ببین گلتن خانومم اینجاست. خیلی تشکر میکنم. خیلی ممنونم. گوشی بده به من، بده به من، تو رو خدا. شنیدی گلتن خانم چی گفت؟ اونم اینجاست. کوسه فقط یه چیزی هست. گونه خیلی ممنونم. یه لحظه صبر کن. بگو گونه، گوشم با توه. باریش یه شرطی گذاشته. چه شرطی؟ میخواد که تو از اینجا بری. چی میگه؟ فقط وقتی از استانبول رفتی ترتیب آزاد شدن جمره رو میده. گوش کن چی میگم، والا به خدا وقتی جمره اومد من همینجوری میرفتم وسط کوچه، همینجوری میرفتم. قولایی که داری میدی هر روز داره بیشتر میشه گلتن جون. همه شده یادمه به خدا، جمره اومد اومد بیرون، من میرفتم جلوی مردم، جلوی همه اهالی محله، همه با هم دیگه میرفتیم، هر روز هر شب جشن میگیریم. بذار آزاد بشه. نمیخوام خوشتون رو به هم بزنم ولی شما به حرف این آدم اطمینان میکنی؟ وکیلم درست مثل تو خوشحالی رو تو گلوم خفه کرد. من نگفتم که ضد حال بزنم، با عقل جور در نمیاد. آره خودشه، وکیلم دقیقا همینو گفت، گفت با عقل جور در نمیاد. باری شاکمن امروز صبح اظهاراتی میده که باعث محکومیت جمره بشه، ولی بعد از ظهر تصمیمش عوض میکنه. چرا؟ با عقل من جور در نمیاد. شاید به خاطر من راضی شده. امروز صبح خودمو همینطور انداختم جلوی ماشین ابرو خانوم. شاید اون زن دلش به حال من رحم اومده، دلش واسه من سوخته، رفته با باریش حرف زده، راضیش کرده. به نظر من اینا میخوان وقت بخرن. مطمئنم یه قضیه پشت این ماجرا هست. هی کوزه یه چیزی بگو دیگه. نه دنبال وقت خریدن و اینجور چیزا نیستم. گونه واضح گفت اون آدم حاضر شده اظهاراتش رو عوض کنه. قطعا جمره از زندان میاد بیرون، دیگه تمومم. ای خدا، ای خدا، چقدر خوشحالم، باورم نمیشه، باورم نمیشه جمره آزاد میشه. ای جمره میاد بیرون، جمره میاد بیرون. خدای شکره، چقدر خوشحالم کوزه. وای خدا جونم، وقتی خبر رو گرفتیم همدیگر رو سفت بغل کردیم، همینطور بالا پایین میپریدیم به خدا. بعدش کوزه رب با گنه حرف بزنه، از اون وقت به بعد من همینجوری تو خونه بالا پایین میپرم و میرخصم، همش دارم دعا میکنم به خدا، همش دعا میکنم. ایشالا که خیلی باشه. حتما تحت تاثیر خبرای روزنامه قرار گرفته، کسی باورش نمیشه جمره همچین کاری کرده باشه. آره اونم هست، التماسای منم به ابرو خانوم، حرف زدن گنه با باریش، همه اینا تاثیر داشته دیگه. خب اینا تاثیر داشته. خود باریش هم میدونه اگه جمره تو زندان بمونه این ماجرا تموم نمیشه. آره وقتی بیدار شده به هوش اومده، از رو عصبانیت اینطوری گفته، ولی معلومه بعداً سر عقل اومده. یه جوری بهش رسوندن. اول از همه هم تحت تاثیر مادرش قرار گرفته، ولی بعدش همونطوریه که شما گفتی. حالا هرچی، جمره آزاد میشه، مهم اینه بقیه‌شو ول کنی. آره آره راست میگه. منم میخوام باور کنم خاله گلتن، یعنی آزاد شدن جمره رو. عزیزم خواهش میکنم هیچ حرف منفی نزن. خاله گلتن بین من و جمره هرچی هم باشه فکر میکنین راضی میشم تو زندان بمونه؟
یعنی با عقلتون جور در میاد؟ هر چی میخواد بشه. دعا میکنم باریش سر حرفش بمونه. میمونه، میمونه. خب پاشین دخترها، پاشین، زود باشین چایی بذاریم، نوشیدنی خنک بخوریم. به خدا یخچال تو خرخره پر خوراکیه. حسین آقا خیلی گشتشه، زود باشین یه غذا بیاریم براش. زود باشین بچه‌ها. باشه منم یه سر به کوزه‌ای بزنم. اونم بیار.